نخست وزیر قطر در سفر به قندهار با ملای بطالله آخوند دیدار کرد. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلا رسانه ما خوش آمدین. مشروع خبرها. افغانستان اینترنشنال در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد. رویتر در گزارش فاش کرد که شیخ عبدالرحمن الثانی نخست وزیر قطر در روز 21 ثور در سفر به قندهار با ملای بطالله آخوندزاده امیر المؤمنین رهبر طالبان دیدار کرده است. طبق گزارش نخست وزیر قطر و رهبر طالبان شیخ الحدیث مولوی صاحب هیبت الله آخوند حفظ الله درباره پایان منع آموزش و کار زنان و خروج افغانستان از انزوای بین المللی گفتگو کرده است. این در حال صورت میگیرد که ارتش استرالیا آمریکا در رابطه به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان به ما خبردار داده بود. آنگوس کمبل فرمانده کل ارتش استرالیا گفته است که ایالات متحده آمریکا در سال 2021 به وی هشدار داده بود که ادعاهای مبنی بر قتل زندانیان و غیر نظامیان در افغانستان توسط سربازان نیروهای ویژه استرالیا ممکن است و موجب به اجرای درآمدن قانونی شود که ایالات متحده را از ارائه کمک ها به استرالیا منع می کند. کمبل روز چهارشنبه دهم جوزا به یک کمیته پارلمانی گفته است که نامه در مارچ 2021 از آتشه نظامی سفارت ایالات متحده آمریکا دریافت کرد که در آن نگران ایالات متحده توضیح داده شده بود. تحقیقات چهار ساله معروف به گزارش بریتون در سال 2020 نشان داد که نیروهای ویژه استرالیا ظاهرا 39 زندانی غیر مسلح و غیر نظامی را در افغانستان کشتند. پس از این تحقیقات استرالیا 19 سرباز فعلی و سابقه را که تحت تعقیب قضایی قرار داد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک سابسکرایب و کامنت نموده تا جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین.